مایک پومپئو: ما از مردم ایران حمایت میکنیم. تصادف مینیبوس حامل دانش آموزان در نور در استان مازندران. تجمع مردم بندر ماهشهر و بستن خیابان در اعتراض به تقسیمات کشوری. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کابینه گفت در رابطه با رژیم ایران ما سه کار انجام دادیم. روشن کردیم که از مردم ایران حمایت میکنیم. سران رژیم ایران کاری را که مردم ایران خواستار آن هستند انجام نمیدهند. دوماً ما به کار با ائتلاف ادامه دادیم تا همه بفهمند که بزرگترین تهدید امنیت خاورمیانه در حقیقت رژیم ایران است. ثالثاً ما مجموعی از تحریم ها را علیه رژیم ایران اعمال کردیم. تمامی نفت خامی که از ایران به سراسر جهان صادر می شد را حذف کردیم و دیگر محموله ای صادر نمی شود. بر اثر تصادف مینیبوس حامل دختران دانش آموز در نور در استان مازندران 14 دانش آموز به شدت مجروح شدند. این دانش آموزان که بین 10 تا 15 سال سن دارند برای مسابقات بسکتبال از نور به طرف نوشهر می رفتند که در مسیر بر اثر تصادف مجروح و همگی به بیمارستان منتقل شدند. جمعی از مردم بندر ماهشهر روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به تقسیمات کشوری و تعیین محدوده بین بندر موسوم به خمینی و بندر ماهشهر در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. تجمع کنندگان خیابان منتهی به فرمانداری را بستند. آنان نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند که شاید کازرونی دیگر اما این بار در جنوب خوزستان رخ دهد. تظاهر کنندگان شعار می دادند هیهات من نزله. CNS نیوز گزارش داد رودی جولیانی در نشست سالانه ایران آزاد سخنرانی کرد، جایی که او رژیم ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کرد و گفت که این دیکتاتوری دیگر قابل تحمل نیست. CNS نیوز افزود جولیانی یکی از صدها نماینده از تقریباً 50 کشور مختلف بود که در این واقعه تاریخی که در اشرف سیدر آلبانی برگزار شد شرکت کرد. وی گفت من آخوندها را به قتل و نه فقط قتل بلکه قتل عام، جنایت علیه بشریت متهم می کنم. پرتغال صدور ویزا را برای اتباع ایران متوقف کرد. وزیر خارجه پرتغال علت این تصمیم را مسائل امنیتی اعلام کرد. او به پارلمان این کشور گفت علت را بعداً توضیح می دهد اما آن را منتشر نمی کند. وزیر خارجه پرتغال گفته است درباره کسانی که وارد پرتغال می شوند سخت گیری می شود. در نشست روز سه‌شنبه پارلمان اروپا، اورزولان فوندرلاین، سیاستمدار آلمانی از حزب دموکرات مسیحی، با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا انتخاب شد. داوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد از 747 نماینده پارلمان اروپا، 383 نماینده به او رأی اعتماد دادند. فوندرلاین می تواند از اول نوامبر 2019 مسئولیت ریاست کمیسیون را از ژان کلود یونکر تحویل بگیرد.